عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم ممنون از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار من قرار میدید تا چند کلامی باتون همدلی کنم گپ بزنم و با همدیگه صحبت داشته باشیم ضمن اینکه تقاضا میکنم این برنامه رو تا انتها ببینید چون یک مبحث مهمی رو هم در دل این برنامه میخوام راجبش باتون صحبت بکنم که در ادامه بهش خواهیم پرداخت ببینید دوستان از روز اولی که خبر قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر همسر ایشون منتشر شد شاید بهتون بگم در همون ساعت اولیه من اولین برنامه رو ساختم و در روزهای بعد هم اطلاعات، آمار، مستندات و هواشی و شایعاتی که مطرح بود رو راجبش صحبت کردیم، تحلیل کردیم و سناریوهای مختلفی که در ارتباط با قتل آقای مرجوی وجود داشت رو هم با همدیگه در میون گذاشتیم. خب امروز دیدم کامنت هایی اومده بود به خصوص مربوط به دو برنامه اخیرم که آره شما که روز اول میگفتید این قتل سیاسیه چرا الان میگید باقبونه کشته نمیدونم شما رو خریدن شما رو فروختن از این ماجره هایی که بعضا ما تو کامنت ها باش مواجه میشیم من لازم دونستم که توضیحاتی رو در این زمینه بدم تا یه مقدار ذهن هممون روشن تر بشه در درجه اول من از روز اول یعنی اولین برنامه که ساختم گفتم با توجه به آنچه که ما داریم میبینیم احتمال اینکه قتل توسط یک آشنا صورت گرفته باشه بسیار محتمله یعنی شما اگر به اولین برنامه من در خصوص قتل آقای مرجی رجوع بکنید حتما متوجه خواهید شد که من این کلمات و این صحبت‌ها رو داشتم گفتم به نظر من قتل توسط آشنا صورت گرفته بعد از یه یکی دو روزی که گذشت و ما استیصال نیروی انتظامی رو در اطلاع رسانی دیدیم و شایعاتی که مطرح شد یه خبرگزاری تایید کرد یه خبرگزاری تکسیب کرد بحث دیگری مطرح شد و من گفتم که بله سناریویی که قتل توسط برخی از گروه های سیاسی درون حاکمیت صورت گرفته باشه هم محتمله ببینید وقتی میگیم محتمله به این معنی نیست که آقا ما به این نتیجه رسیدیم قتل رو فلان گروه یا فلان شخصیت انجام داده بنابراین بعد حکم صادر بشه و همه تموم بشه وقتی میگیم محتمله یعنی آقا این سناریو هست سناریوهای قبلی یا احیانا سناریوهای بعدی هم ممکنه وجود داشته باشه خب پس بنابراین وقتی گفتیم قتل توسط، سناریو قتل توسط گروه های سیاسی هم میتونه محتمل باشه به معنی رد گزینه های دیگه نبود خب مسئله ادامه پیدا کرد کمی جلوتر رفت موضوع پیش رفت بعد فایل صوتی از سرکار خانم محمدی فر منتشر شد مبنی بر اینکه ایشون بسیار بسیار انتقاد داشتن نسبت به حجوم افغان، افغانستانی ها به داخل مرزهای کشورمون و زخمی که به واسطه فعالیت یک باقبان غیر ایرانی در منزلشون متحمل شده بودن سرقتی که صورت گرفته بود ناامنی هایی که دیده بودن و تجربیات تلخشون رو که در قالب اون فایل صوتی منتشر کردن وقتی این فایل منتشر شد طبیعی بود که ب... من به این نتیجه برسم که دوباره اینکه قتل توسط باغبون صورت گرفته باشه احتمالش قوی تره خب بنابراین حتی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم دارم میگم احتمالش قوی تره احتمالش ضعیف تره یعنی همچنان همه سناریوها مطرحه بنابراین دوستان نیم بگن شما که دیروز گفتی قتل سیاسی بوده چرا امروز میگی قتل رو باقبون انجام داده چرا نمیدونم یه حرف تو عوض کردی من حرفمو رو عوض نکردم من راجع به سناریوهای محتمل صحبت کردم حالا دارم میگم به زعم من با دانش اندک من سواد ناقص من و به قول معروف عقل ناشی من نسبت به مسائل و موضوعات من به نظر میرسه این مستنداتی که جدیدا منتشر شده ما رو به این نتیجه میرسونه یعنی من رو به این نتیجه میرسونه که به احتمال قوی همین باقبونه قتل رو انجام داده باشه حالا دیگه مابقی بقیه ماجره ها که آقا این باقبونه رو اووردن ملعبه کردن بهش گفتن یه پولی بهت میدیم نمیدونم یکی گفته به تابعیت میدیم تو بیا این قتل رو گردن بگیر من دیگه بقیه ماجره ها رو نمیدونم من قصه نویس و داستان نویس و فیلم نام نویس نیستم من بر اساس مشاهدات خودم و اسنادی که منتشر میشه میتونم اظهار نظر بکنم من که نمیتونم تخیل خودم رو بیارم وسط بگم آقا بر مبنای تخیل من الان این اتفاق افتاده یا فلانی این آدم کشته بنابراین من به عنوان کسی که دارم تحلیل میکنم باید اتفاقات و اخبار و مستندات رو تحلیل بکنم که من که نمیتونم اونچه که در ذهنم میگذره رو صرفا به واسطه که در تخیل خودم یا تصور خودم دارم یا به واسطه دشمنی که مثلا با یک گروه سیاسی یا یک ساختار سیاسی دارم بیام مطرح بکنم بعد بگم دل خودم رو خنک کنم بگم ببینید من الان یه ضربه کاری به سیستم وارد کردم چون نسبت به بسیاری از اقداماتش ممکن انتقاد داشته باشم آدم که نمیتونه هر چیزی رو بی ربط و با ربط به هم وصل بکنه این نکته اول نکته دوم این که این ناشیگری در ارائه اطلاعات ما رو رسونده به یک فضای چیپ زرد یعنی چی؟ یعنی درست در لحظاتی که همه درگیر و دقدقه مرگ داریوش مرجوی رو دارن قاتل کی بود چی بود چه اتفاقی افتاد چرا هویتش رو فاش نمیکنید چرا به جز همون یه عکسی که اون خبرنگار گرفته و منتشر کرده دیگه هیچ تصویر دیگری ما از قاتل ها نداریم چرا اجازه نمیدید خبرنگارها یا حتی همون خبرنگارهای تلویزیون بیان با این قاتل ها مصاحبه بکنن چی داره شما رو نگران میکنه ببینید اینها همه اپامات و پرسش است که مدام داره در سطح جامعه مطرح میشه و حالا درست در این شرایط و شرایطی که من صبح امروز هم اومدم راجبش برنامه ساختم و گفتم چرا اصلا راجب آرمیتو گراوند هیچ اظهار نظری صورت نمیگیره چرا اجازه نمیدن چار تا خبرنگار برن با پرستار پزشک و کادر درمان صحبت بکنن با خونوادهش صحبت بکنن اصلا این دختر کجا چه اتفاقی براش افتاده که خبرگزاری تصنیم ساعتی قبل اعلام کرد که تیتر رو ببینید یعنی این تیتر دیگه در نوع خودش به نظرم خارق‌العاده بود که خبرگزاری تسلیم میگه با توجه به وخیم شدن حال آرمیتا گراوند مرگ مغزی او به نظر میرسه یعنی چی؟ یعنی چه تیتریه؟ مرگ مغزی مگه به نظر رسیدنیه شما یا یک فردی مرگ مغزی شده یا تو کماس یا تو اغماس اگه مرگ مغزی شده که حالا با توجه به آنچه که به هر حال پزشکان و متخصصان عقیده دارن کسی که مرگ مغزی شده امکان برگشتش به حیات طبیعی وجود نداره و احتمالا به زودی زود هم متاسفانه جان خودش رو از دست خواهد داد و دیگه فرایند پیوند اعضا و این داستان ها ممکنه پیش بیاد کسی هم که تو کما اغماس چه پنج سال چه ده سال چه پونزده سال تو کما باشه همچنان امکان و امید بهبودی براش وجود داره امکان بازگشتش به حیات طبیعی وجود داره و همین دلیل هست کسی که کماس ممکنه ده سال هم از زندگیش در اون حالت گذشته باشه ولی همچنان دستگاه ها رو از او قطع نمیکنن و امید رو از دست نمیدن نسبت به بازگشتش به زندگی نرمال و طبیعی بنابراین اینکه شما میگید به نظر میرسه که او مرگ مغزی شده یعنی چی یعنی مرگ مغزی شده ولی حالا شما هنوز جدی نگیرید جنجال درست نکنید یا مرگ مغزی نشده ولی با توجه به اینکه تایم بیهوشی و کماش زیاد بوده ما فکر میکنیم شده ما فکر میکنیم مرگ مغزی دچار مرگ مغزی شده این به نظر میرسه اصلا ادبیات حرفه‌ای نیست که تصنیم ازش استفاده کرده و به نوعی انگار یک راه در روی است که اگر دلش خواست یه جاهایی بگه ما گفتیم به نظر میرسه ما که خبر قطعی ندادیم که این یک موضوع دیگه موضوع سوم اینه که درست در همین بهبهه و در چنین شرایط و فضایی یهو دوباره سر و کله سحر قریشی و اون لایو عجیب قریبش و امیر تتلو پیدا شده حتما میدونید که سحر قریشی حدود دو سال قبل رسما وارد ارتباط عاطفی با امیر تتلو شد به ترکیه سفر کرد حتی من یادمه در اون زمان یک مصاحبه ای رو داشتم با آقای فرح که تهیه کننده سینما بود و بسیاری از فیلم هایی که سهر قرشی به عنوان بازیگر درش فعالیت میکرد رو آقای فرح تهیه کننده ای کرد و خانم قرشی در دفتر آقای فرح بخش هم رفت آمد زیادی داشتن خب من حتی با آقای فرپش صحبت کردم گفتم چی شد اصلا چرا سرقرشی رفت داستان چیه گفت منم نمیدونم به منم چیز خاصی نگفت که البته من این موضوع خیلی بعید میدونم چون حتی یادم زمانی که خانم قرشی ایران بودن و برای مصاحبه میرفتن خود آقای فرپش همراهشون در بسیاری از این مصاحبه ها حضور داشتن و به نوعی مدیریت میکردن کنترل میکردن که چه حرفایی زده بشه چه سوالاتی پرسیده بشه یا پرسیده نشه بنابراین اجازه بدید که بنده به این راحتی باور نکنم که آقای فرح بخش بی اطلاع بودن بعدها گمان زنی های صورت گرفت گفتن اصلا اینها یه قرارداد کاری داشتن و این ازدواج و ارتباطشون هم در زیل اون قرارداد کاری بوده و برای این بوده که تولید محتوایی داشته باشن مخاطب رو جذب بکنن یه پولی در بیارن یه تبلیغی انجام بدن از این ماجرها خانم قریشی رفت ترکیه بعد تصاویری از حضور ایشون در ویلای امیر تتلو منتشر شد در کنسرت های امیر تتلو در استانبول حضور پیدا کرد و اینها و بعد ماجرای تتو زدن ها رو داشتیم و عکس های دو نفره و از این ماجراهایی که به قول معروف در فضای اینستاگرام و فضای مجازی زیاد دیده میشه حالا درست در این بحبوهی که مردم همه حواساشون جمع شاخک ها همه تیز شده ببینن قاتل کی بود چی بود از کجا اومده بود چه اتفاقی افتاد آرمیتو گراوند چی شده این داستان ها یه هم ما شاهد این هستیم که خانم سهر قریشی میاد راجع به اینکه که دوست داره یا دوست نداره در لایف صحبت میکنه در لایف اینستاگرام و بعد عنوان میکنه که این تطوها در شرایط انسانی برای ایشون زده نشده در یک شرایط غیر انسانی زده شده توضیحی هم نمیده که شرایط غیر انسانی از نگاهشون چیست منظورشون از شرایط غیر انسانی شرایط خارج از فضای اخلاق هست اجبار بوده همراه با تعدی و تجاوز بوده چه اتفاقی افتاده که از فضای انسانی خارج شده پشبندش آقای امیر تتلو در حالی که در حال قدم زدن در حیات ویلاش در استانبول بوده میاد میگه که آقا میدونید که ایشون کلا علاقه زیادی به فحاشی هم داره شروع میکنه توهین کردن و توهین صحبت کردن و نهایتا واکنش نشون دادن که با این خانم اصلا چهار تا ی یه دلاری زده بود ما اومدیم سی هزار دلار روی بدن ایشون سرمایه گذاری کردیم تتوهایی نمیدونم با جزئیات برای هایشون زده شد و فلان از این ماجراها حتی یک بار که امیر تتلو رابطهش رو کات کرده بود با سر قریشی دیدیم خانمی قرشی اومد استوری گذاشت و من اشتباه کردم من غلط کردم بیا برگردیم و نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره اونجا میفته نهایتا اینکه سعی کردن فضا رو ببرن به یک سمت و سوی زرد و چیپی که انگار مردم رو دور بکنن از خبرهای جدی روز دغدغه دق مردم رو تقلیل بدن دیدی سرغورشی چی گفت گفتش که نسبت به من اقدامات غیر انسانی صورت گرفته تتوها در شرایط غیر انسانی زده شده تتلو اومد جوابش رو داد پس مردم درگیر تتلو و تتلیتی ها و این داستان ها بشید همین تحلیل همین موضوعاته که اپام ها رو چند برابر میکن درست شب گذشته شب هفت مرحوم مرجویی و همسرشون برگزار شد در خانه سینما و تعدادی از هنرمنده اومدن گفتن چرا ابعاد رو روشن نمیکنید ابعاد این قضیه رو چرا مطرح نمیکنید چرا ما نباید بفهمیم که چه اتفاقی دقیقا رو داده چه بلایی سر هنرمندمون و این شخصیت فرقیخته و همسرش افتاده اومده و دیگه این سناریوهایی که نمیدونم حالا امیر تتلو رو وارد کنید فضای جامعه و افکار عمومی به سمت و سوی دیگه بره دیگه خیلی پیش پا افتاده و دم دستیه مردم دیگه قبول نمیکنن مردم دیگه زیر بار این اقدامات کاریکاتوری نمیشن نهایتا اینکه ممنون از اینکه وقت خودتون رو به برنامه اختصاص دادین دلم خواست حتما این برنامه و این محتوا رو تولید بکنم تا هم پاسخی باشه برای عزیزانی که کامنت هایی رو برای من گذاشته بودن در ارتباط با مبحث قتل آقای مرجویی و هواشی که داشته و دلم میخواست یک تحلیلی هم ارائه بکنم نسبت به محتوایی که داره در فضای اینستاگرام و فضای مجازی دست به دست میچرخه که حالا امیر تتلو و سحر قریشی وارد عمل شدن این تجربه غلط رو اصولگره ها و ارزشی ها در سال 96 هم تکرار کردن یعنی زمانی که وقتی که فضا رو فضای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری دیدن یوها از امیر تتلو در کنار ابراهیم رئیسی رونمایی کردند و از قضا اون هم به ضررشون تموم شده یعنی حتی اون دست از افرادی که به اینها متمایل بودن بعد از دیدن اون صحنه و اون حضور و اون اتفاق نسبت به آقای رئیسی مقدار بددلتر و بدبینتر شده در هر صورت اتفاقاتی است که داره در فضای رسانه و فضای فرهنگی کشورمون رخ میده و لازم هستش که ما مقدار شاخکامون تیزتر بشه و راجبش با هم صحبت کنیم همه شما رو به خدای بزرگ